أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، سيما أبا بكر وعمر وعثمان وعلي. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عرض سلام خدمت بینندگان محترم در سراسر دنیا که در این روز مبارک، روز 28 ذی‌قعده 1434 هجری قمری برابر با 12 مهر ماه 92 و 4 اکتبر 2013 در ساعت 1:32 بعد از ظهر به وقت تهران در برنامه پرسش و پاسخ بیننده این برنامه هستند، عرض سلام و ادب داریم. متذکر می شویم که یک یا دو روزی دیگر مانده به شروع دهه فجر حقیقی، یعنی از اول ذیحجه، امروز 28 ذیقعده هست، فردا 29، حالا اگر که پس فردا که یک شنبه باشد 30 ذیقعده شد، دوشنبه اول دهه فجر حقیقی، و اگر ماه ذیقعده 29 روز شد، روز یک شنبه ورود و شروع دهه فجر حقیقی است. چرا میگم حقیقی؟ برای اینکه افرادی دقت کردند بیش از 3 دهه از این اسم سوء استفاده ببرند و این را، این دهه فجر را جایی قرار بدهند که جایش نیست. جای مبارک این دهه فجر همین ایام آتی است که در پیش است، یعنی از اول ذیحجه تا دهم ذیحجه. خداوند می‌فرماید و الفجر و لیال عشر، قسم به فجر و شب‌های دهگانه آن. فضیلت و ارزش این شب‌های دهگانه یا این روز یا این 10 روز فجر به گونه است که در حدیث صحیح، در صحیح بخاری، از حدیث عبدالله بن عباس رضی الله عنهما آمده است که مل عمل فی ایام افضل منها فی هذه، یعنی هیچ عملی، هیچ روزی بهتر از این روزها نیست که عمل صالح درش خیلی مضاعف بشه و خیلی چند برابر بشه. قالوا ولل جهاد فی سبیل الله، حتی عرض کردن یا رسول الله، حتی جهاد فی سبیل الله هم مساوی با این 10 روز نمیشه، مساوی با عمل صالح در این 10 روز نمیشه. فرمود ولل جهاد فی سبیل الله، و نه جهاد در راه خدا، الا رجل خرج بماله و نفسه و اهله و لم یرجع منها بشیء، او کما قال علیه الصلاة والسلام، مگر شخصی که با خانواده و مال و فرزند برای جهاد فی سبیل الله خارج شده و بر نگشته، همه را از دست داده. این شخص، این عمل مساوی است با عمل صالح در این ایام مبارک، یعنی در دهه فجر. و علامه ابن تیمیه ازش سوال شد در رابطه با فضیلت دهه اول ذیحجه بهتر است یا دهه آخر رمضان. فرمودند روزهای دهه ذیحجه بهتر است از روزهای دهه آخر رمضان، و شبهای دهه آخر رمضان بهتر است از شبهای اول ذیحجه. از این حدیث برداشته شده و احادیث دیگه که در کتب سته ذکر شده است، علما می‌فرمایند، به خصوص صاحب فتح الباری علامه حافظ ابن حجر عسقلانی در ذیل حدیث عبدالله ابن عباس می‌فرماید چرا رسول الله صلی الله علیه و آله فرموده است این ایام عمل در آن مضاعف است و بهتر است از سایر ایام ماه‌ها و روزهای سال.
برای اینکه امهات عبادت در این ایام جمع شده که در بقیه ایام نیست. امهات عبادت عبارت است از نماز، روزه و حج. نماز و روزه ممکنه در رمضان باشد اما حج نیست. نماز ممکنه در هر روز باشد اما روزه نیست. پس نماز و روزه و حج در این و صدقه و انفاق در این ایام دست به دست هم داده تا بهترین ایام معرفی شود. ما توصیه میکنیم که بینندگان محترم به محض ورود این دهه مبارک، یعنی از روز یک شنبه به بعد یا از روز دوشنبه به بعد، ایام را روزدار باشند و انفاق کنند، صدقه بدهند، ذکر بیشتری داشته باشند، خدا را بیشتر یاد کنند و اعمال صالحی که انسان را به خداوند نزدیک می کند بیشتر انجام دهند. و به خصوص روز نهم ذیحجه، روز نهم ذیحجه که معروف است به روز عرفه، روزه در آن آکد است. در روایتی از رسول الله صلی الله علیه وسلم ثابت است که از او پرسیده شد درباره روزه روز عرفه، فرمود گناه دو سال را می آمرزد، یک سال گذشته و یک سال آینده. بدیهی است که برای این ایام و مناسبات بایست آماده شد و این ده روز مبارک از ما نگذرد مگر این که در آن طاعت و عبادت بیشتری انجام دهیم تا خداوند این وسیله را که برای ما قرار داده جهت تقرب به درگاه او تعالی از ما فوت نشود و ما از این معنویات و از این اجر و ثواب محروم نشویم. اتاق فرمان به ما وقت دادید، صحبت کردیم، بینندگان پوزش می‌خواهیم. اولین بیننده آقا محمد از ایران، بفرمایید. آقا محمد الو، سلام علیکم. سلام و رحمت الله. خسته نباشید. ممنون. آخه بدی ببخشید یه سوال داشتم خدمتتون. بفرمایید. بر حجر الاسود، بر سنگ حجر الاسود میشه تبرک کرد؟ حجر الاسود تبرک کرد. خب جوابش رو بدید الان. نه خیر، جوابش وقتی که بینندگان دیگه زنگ زدن منتظر باشه. دیگه سوال دو. ببینید، یکی بر حجر الاسود، یکی سوال دیگه هم دارم، آیا توسل به جاه و مقام پیامبر جایز است؟ توسل به جاه و مکان پیامبر یا مقام. چشم، توضیح میده. بیننده بعدی آقا محمد از تربت جام، بفرمایید. آقا محمد سلام، استاد خسته نباشید. سلام و رحمت الله. ببخشید دو تا سوال. بفرمایید. اگر تو سنت کت بشه بران وقت بشه آیا گناه هست؟ تکرار فرمایید، بنده متوجه سوال حضرت علی نشد. میگم اگر کسی کشته بشه تو سنت بدو کشته بشه کشته شود در صحنه ترور، این ترور بشود؟ در صحنه تصادف. آه، در صحنه تصادف. تصادف بشه. خب. کشته بشه. خب. سوال چیه؟ تصادف کرده و کشته شده. سوال چیه؟ بله بله. راننده مقصر بشه. سه جور. سه گناه انجام. چشم. دست راننده. خدا. علمان. آقا محمد از سوئد. سه محمد داشتیم. ماشاءالله. اللهم صل علی محمد و آل محمد. آقا محمد از سوئد، بفرمایید. سلام عرض میکنم آقای. و علیکم السلام و رحمت الله. من بس آقای خدمتی، من سوال داشتم. من یکی از دوستا و بنده خدا مثلا این خدمت پدر ما رو کرده بود، بعد ما به این دین کرده بودم که این بابا رو مثلا من پول بفرستیم بره حج بره. یه سال بعدشون بنده خدا فوت کرده. آیا گفتم بابا چی کار کنم؟ شما پول دادید به شخصی که به جای پدر شما؟ نه پول ندادیم. نه پول ندادیم. خب این خدمت پدرم را کرده و من برش چی کرده بودم؟ گفته بودم که من شما مثلا یه سال یا 6 ماه بعد شما را من حج میفرستم، از این حج شهر چقدر شما پرداخت میکنم. ما ایشون... نتونستم که چیش بنده خدا، خودم این بنده خدا که خدمت پدرم را ایشون... کرده، اینم بنده خدا خودش فوت کرده. ایشون که خدمت پدر شما کردن خودش فوت کرده و قول داده که به جای پدر شما حج کنه. آره، نه نه، من قول دادم که مثلا برای این مثلا از این حج این بنده خدا رو میخوانم و مثلا از این حج شما باید پرداخت کنم. پس سوال اینطور شد، بنده خدا خود این بنده خدا فوت کردن. سوال اینطور شد که شما میخواهید به جای کسی که در خدمت پدر شما بوده حج کنید؟ نه نه نه، منظورم اینه. سوال تکرار فرمایید. از پدر
از پدر ما مثلا نگهداری کرده بود. ما به این خانم گفته بودم، بنده خدا رو ما گفتم ما به شما هزینه پول حج به شما میپردازم، شما میتونید بعد مثلا هر موقع دوست داشتین حج برین. خب این که از خانمی که مثلا خدمت پدر ما کرده، این بنده خدا یه سال بعد فوت کرده، حالا مونده. من این که مثلا دین کرده بودم مثلا باید به این مثلا این پول این بنده خودم خودش نیست، باید من چیکار کنم؟ پولی که شما حج به کی باید بدم؟ پولی که شما وعده داده بودید بهشون بدهید بره حج؟ بله بله بله. چشم، توضیح بده. قربان شما، سلامت باشی، خدا حافظ. خدا حافظ شما. خانم یزدانی از ارومیه، بفرمایید خواهر. الو، سلام. سلام و رحمت الله. ببخشید، یک سوال داشتم. خواستم ببینم که شخص مالی از دستش میره، این که به نعمت وعدش میشه. من الان سه ساله که مالم از دست رفته با همین اوراق های این اهل تشیع. من خودم از اهل تشیع بودم. میتونید سوال تکرار فرمایید؟ اتاق فرمان، سوال واضح نیست برای من. مثلا این شخص ایمانی از دست رفته باید چه کار کنه؟ اتاق فرمان، سوال گرفتید؟ سوال تکرار فرمایید خواهر، از تکرار فرمایید. ظاهرا میخواستم ببینم که شخص ایمانی از دست رفته این باید چه کار کنه؟ تو قیامت وضعش چی میشه؟ باز من واضح نیست صدای شما، سوال شما واضح. دوباره تکرار فرمایید. میخواستم ببینم که شخصی که ایمانی که از دست رفته این باید چیکار کنه؟ ایمانی که از دست رفته؟ بله. ایمانش از دست داده چیکار کنه؟ بله، این که قیامت وضعش چی میشه؟ چشم، توضیح میدم. آخرین بیننده در این بخش، ناصر از ایران، بفرمایید. آ ناصر. الو، بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. خسته نباشید. ممنون. آقای خدمت، من یه سوال داشتم در مورد این جانشین حضرت علی که بعد هستش، چون اهل سنت میگن در روز قدیر مولا به معنی دوست هستش، درسته؟ مولا به معنی بله دوست دار. ولی حالا در صحیح مسلم اومده در جلد دوم زمانی که حضرت رسول از دنیا رفتن رحلت کردن، جناب اول گفته من ولی پیامبر هستم. اینجا چطور معنی جانشین؟ حدیث رو بیاورید در صحیح مسلم که حضرت ابوبکر فرموده من ولی پیامبر هستم. بله، وقتی از دنیا رفتن جناب ابوبکر گفتن من ولی پیامبر هستم. زمانی هم که جناب ابوبکر از دنیا رفتن، جناب عمر گفته من ولی پیامبر و ولی ابوبکر هستم. شما حدیث را ذکر کنید. حدیث در صحیح مسلم جلد 3، جلدش و صفحه‌اش و همه چیز برای شما. متن حدیث رو صفحه 1378. متن حدیث رو بفرمایید، صفحه و جلد رو برای خود شما. متن حدیث فصلشو؟ بله. من فصل رو متأسفانه ندارم. پس از کجا آوردید؟ اینو آخه من فصلشو یادداشت نکردم، از شبکه ولایت اینجوری گفتم. از جای نخل میگه. بسیار خوب، توضیح میدم خدمت. ممنونم، خداحافظ شما. خداحافظ شما. خب، نگه دارید تا فرمان. آقا محمد از ایران در رابطه با مسئله سنگ اسود یا سنگ سیاه یا به اصطلاح امروز حجر الاسود، تبرک بدان جستن آیا درست هست یا درست نیست، بعد فرمودن که الان جواب بدید. عرض کردم که بگذار نوبت شما برسه، مثل همین الان خدمت شما توضیح میدم. بعد فرمودن که توسل به جا و مکان آیا جائز هست یا جائز نیست. اولا در رابطه با حجر الاسود، شما اگر که به فرمایش حضرت عمر توجه کنید، معنی یا مقام یا منزلت حجر الاسود برای شما ثابت می شود. حضرت عمر جلو حجر الاسود ایستاد و حجر را بوسید و این را فرمود: می دانم که شما یک سنگی بیش نیستید. خطاب به حجر الاسود. نه نفعی می رسانید نه ضرری را از کسی دفع می کنید. و اگر این نبود که من رسول الله صلی الله علیه و سلم را دیده بودم که ترا بوسید، ترا نمی بوسیدم. این چه معنی می دهد؟ معنیش اینه که من پیرو عمل و
فرمایش رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. از اون طرف هم میدانم که هیچ نفع و ضرری به کسی نمیرسد. پس بنابراین به قصد تبرک که شما گفتید یا به قصد این که نفع و ضرری به شما برساند یا این که ضرری از شما دفع کند، نه ضرر از کسی دفع میکند و نفعی به کسی میرساند، صرفا تبعیت از راه و روش رسول الله صلی الله علیه و سلم هست، بوسیدن حجر الاسود یا اشاره کردن بدن. اما مسئله توسل به جاه و مقام و مکان، علما فرمودند این بدعت و نوآوری در دین است، اگر چه شرک نیست ولی معصیت است. شما بگویید به جاه پیامبر، به جاه فلان شخص، به جاه عمر، به جاه علی، این بدعت است در دین، زیرا بزرگان ما از رسول الله صلی الله علیه و سلم گرفته که خود مشرع است تا تابع تابعین کسی همچون چیزی نفرموده است. ولی کسانی که بعداً متأثر شدند به عقاید خرافی و شرکی، این ادعیه و این دعاها را به دعا افزوده اند یا به مقدمات دعا افزوده اند. شگفتا که بعضاً در صدد شرک و توسل و تبرک و تقرب به خدا هستند از طریق غیر خدا. عجیب است. چرا این همچون افرادی اصرار دارند که این مسئله را بالاخره جا بندازند؟ توسل، تبرک، تقرب، تقدس به غیر الله، از غیر الله خواستن و الله را ترک کردن. عاقل چنین عملی انجام نمیدهد. آقا محمد، خدا را رها نکنید و غیر خدا بندگانی مانند شمایند. خدا را بخواهید، فقط الله که برای شما بهتر است و کافی است. الیس الله بکاف عبده؟ آیا خداوند برای بنده اش کافی نیست که او را بخواهند و دیگران را رها کنند؟ بله، کافی است. محمد از تربت جام فرمودند که کسی کشته شده، یعنی تصادف کرده، راننده مقصره، چه جرمی داره؟ در اینجا بررسی می شود، دادگاه و قاضی حکم می کند که آیا این قتل قتل عمد هست یا شبه عمد هست یا قتل خطاست. برای هر کدام از اینها یک حکمی صادر می کند و بدیهی است که برای قتل شبه عمد یا خطا دیه هست و برای قتل عمد قصاص. برای هر سه این یک جریمه شخصی است، آن هم روزه گرفتن دو ماه پی در پی، چه قتل عمد باشد، چه خطا و چه شبه عمد. پس بنابراین دو ماه روزه پی در پی برای این راننده اجباری است و الزامی، مگر اینکه نتواند و روزه نگیرد که قیاس بر کیفرهای دیگر شست فقیر غذا می دهد. آقا محمد از سوئد در رابطه با کسی که خدمت پدر بزرگوار ایشان را انجام داده، ایشون بهش وعده داده که هزینه حج امسال آینده یا سال دیگر او را بپردازد، ولی متاسفانه این شخص خدمتگزار به رحمت خدا رفته و فوت کردند. حالا سوال اینه که این وعده‌ای که شما بهش دادید چه کار کنید؟ آیا مقصرید؟ خیر، تقصیری ندارید، زیرا که ایشون فوت کرده و شما خلف وعده نکردید. شما میتوانید این پول را به یکی از بستگان ایشان بدهید که این مراسم حج انجام دهند، یا به یکی از فقرای مسلمین این پول را و این هزینه حج را بدهید که مراسم حج را ادا کند، و یا اینکه کسی دیگر که خود قبلا حج کرده پول بدهید به ایشان که مراسم حج را به جای ایشان انجام دهد. کسی که خود قبلا واجب حج را انجام داده به ایشان هزینه حج بدل میدهید که به جای این متوفا که در خدمت پدر بزرگوار شما بودند
حج انجام دهند و این بسیار عمل ثواب و خوبی است. خواهرمون خانم یزدانی از ارومیه در رابطه با اینکه ایمان از دست رفته چگونه برگردانده شود و چه کار کند؟ بدیهی است که ایمان کم و زیاد می شود. ال ایمان و یزید و ینقص. یزید و به طاع و ینقص و بالمعصیه. ایمان زیاد و کم می شود. با طاعت و عبادت زیاد می شود. با معصیت کم می شود. ولی از بین نمی رود. حالا چه کار کنید که ایمان از بین رفته را جبران کنید؟ طاعت بیشتر و عبادت بیشتر. همچنون که در مقدمه عرض کردم، در روزهای آینده از روز یک شنبه به بعد وقت طاعت و عبادت بیشتری است. وقت ذکر است، وقت نماز است، وقت روزه است، وقت انفاق و صدقه است. به خصوص روزه نهم، روزه عرفه. و این عبادت در این ایام، کثرت عبادت در این ایام، اون ضعف ایمان را جبران می کند. و ادامه این عبادت تا سال آینده و همچنین هر سال که برای شما یک ذخیره است برای حساب اخرویتان که عبادتی از شما مثل نماز فوت نشود، به خصوص نمازهای فرض و نمازهای تراویح در رمضان و نمازهای قیام و سنتهای راتبه انجام دهید و ذکر خدا را زیاد کنید. و ذاکرین الله کثیرا و ذاکرات در سوره احزاب، و مردانی که خدا را زیاد یاد می کنند و زنانی که خدا را زیاد یاد می کنند، خداوند براشون اجر عظیمی در آخرت قرار داده است. آناصر از ایران در رابطه با معنی مولا یعنی دوست، و بعد فرمود در صحیح مسلم آمده که جناب ابوبکر، که ما میگوییم حضرت ابوبکر رضی الله عنه، فرموده من ولی پیامبر هستم. شما حدیث را نیاوردید، فرمودید که از یکی از شبکه ها شنیدید. بروید تحقیق کنید، مقلد نباشید، خود اهل تحقیق باشید. حضرت ابوبکر صدیق اولین خلیفه و اولین جانشین رسول الله صلی الله علیه و سلم شد خلیفه رسول الله صلی الله علیه و سلم. این منصب نه علی به دست آورد و نه عمر، نه عثمان و نه طلحه و زبیر و نه هیچ کدومش صحابه. اولین خلیفه رسول الله صلی الله علیه و سلم حضرت ابوبکر بودند. به خطبه های حضرت ابوبکر توجه کنید. خطبه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه در اولین خطبه ایشون در منبر رسول الله صلی الله علیه و سلم، خوب توجه کنید، یک رهبر، یک قائد، یک رئیس، یک حاکم همچون خطبه‌ای تا به حال ایراد نفرمودند. حتی حضرت علی هم همچون خطبه‌ای ایراد نفرمود. خطبه حضرت ابوبکر در اینجا از خطبه عمر و علی و عثمان برتری دارد. فرمود ایها الناس قد ولیت علیکم ولست بخیرکم. ای مردم، من بر شما ولایت داده شده ام، یعنی با من بیعت کردید، من الان رهبر شما هستم، جانشین رسول الله صلی الله علیه و سلم هستم، ولی از شما بهتر نیستم. اگر دیدید کار من مطابقت دارد با کار و عمل رسول الله صلی الله علیه و سلم، به من کمک کنید و همگام با گام من پیش بروید. اگر دیدید که حرف من و عمل من خلاف فرمایش و عمل رسول الله صلی الله علیه و سلم است، جلو من را بگیرید، مانع من شوید. به خدا قسم که حق فقیر را از غنی میگیرم و نمیگذارم اغنیا به فقرا ستم کنند. خطبه بلیغ و جامع و مختصر و کوتاه. برگردید به خطبه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه. در این راستا در پرانتز به شما بشارت میدهم که عنقریب، یعنی از اول ربیع الاول، سریال حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه آماده میشه. دوبلش، کار دوبلاژ و همه مقدمات آن تمام شده، خدمت شما بینندگان عزیز
تقدیم میشه، اونجا حضرت ابوبکر صدیق را ببینید و بهتر بشناسید. فرمود که حضرت ابوبکر فرمودن من ولی پیام خیر. ایشون خلیفه رسول الله صلی الله علیه و سلم بودن. حتی برای بعد از وفات حضرت ابوبکر، زمانی که حضرت عمر خلیفه شدند، میگفتند خلیفت و خلیفت رسول الله، خلیفت و خلیفت رسول الله، خلیفه خلیفه پیامبر. بعد گفتن خیلی خوب، سومی چی؟ بهش بهش گفت خلیفت و خلیفت و خلیفت رسول الله. چهارمی و پنجمی چی؟ بیایید یک اسم دیگری انتخاب کنیم. و اولین اسم و لقب امیر المؤمنین را انتخاب کردند برای حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه، و اولین امیر المؤمنین عمر شد. خیلی خوب، اتاق فرمان. آه مجتبی از تهران، بفرمایید. آه مجتبی بگوش. قطع شدن. محمد از بندرعباس، آه محمد بفرمایید. قطع شدن. سیاوش از ایران، بفرمایید. آه سیاوش. سلام علیکم. سلام و رحمت الله. من سوال داشتم، آه قرآن دسته تقسیم شده است؟ قرآن چی؟ بله. سوال قرآن دسته تقسیم شده است؟ قرآن چه وقت تقسیم شده است؟ نه، من حدیث یک پیغمبر میگن قرآن به سه دسته تقسیم شده است. آه، حدیث از پیغمبر است که قرآن به سه دسته تقسیم شده است؟ بله. بسیار. آقا دانیال از بروجرد، بفرمایید. آقا دانیال. قطع شدن. آقا عبدالله از ایران، بفرمایید. آقا عبدالله بگوش. آقا عبدالله. الو. بفرمایید. الو سلام استاد. و علیکم السلام. سلام استاد، سلام و رحمت الله. وقتی یه سوال داشتم، می‌خواستم بپرسم بدون وضو برای نماز میت جایز است یا نه؟ نماز میت بدون وضو؟ بله، این نماز میت بدون وضو جایز است. اگه جایز است، چه جای جایز است، چه جای جایز نیست، بیرون از شهر جایز است، جایی خواب نیست یا نه، یه فاصله دیگه بدم دست بزنم. توضیح میدم. ده مرده از زابل، بفرمایید. از زابل بفرمایید. آ ده مرده. سلام علیکم، خدمت خسته نباشید. سلام و رحمت الله. ده مرده ممکنه باشه؟ ده مرده. بله 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 بله. سوال داشتم خدمت شما. بفرمایید. آقا خدمتی، کسی بیاد به نهر دست به قتل بزند، آیا مثلا یا برادر ما را بکشد، یا مثلا پسر ما را، یا مثلا پدر ما را، بعد از این قضیه مدت طولانی بگذرد، 7-8 سال قتل بگذرد و آقایون هیچ ادعای نکند، نیالی که اقنایی نکند که مثلا آقا من پدر شما را کشتم یا برادر شما را کشتم، من معذرت میخوام، و یک بلاخه هیچی اقنایی نکند، بعد از طولانی سال ما بیدیم و دست بیدیم چنین کار بیدیم، خون برادرمون رو بگیریم، آیا شر این چی میشه؟ گناه برامون چی میشه؟ گناه چیه؟ شما انتقام از کی بگیرید؟ از قاتل؟ بله بله، از قاتل. قاتل مثلا ناحق بیاد مثلا یک فرد را بکشد. بله. از اقوام خودمون، یا مثلا برادر، یا مثلا پدر، یا مثلا پسرامو، نزدیک خودمون یکی را بکشد. توضیح میدم. چشم. ممنون، متشکرم. خدا حافظ شما. بیننده بعدی. آه حسین از ایران، بفرمایید. آه حسین. آه حسین بگوش. سلام آقای خدمت. وعلیکم السلام و رحمت الله. آقای خدمتی، امامان میتونن آخرت شفاعت داشته باشن؟ امامان میتوانن شفاعت کنند؟ امامان
بله بله خیلی دست در نکنه خداحافظ. خداحافظش. آقا حامد از ایران بفرمایید. آقا حامد، آقا حامد بفرمایید. سلام، خسته نباشی. و علیکم السلام. خدمت استاد خدمتی. و علیکم السلام و رحمت الله. سوال داشتم خدمت شما و استاد خدمتی. بفرمایید. راجع به یه تصادف که قبلا چندی پیش رخ داده بود. بعد تصادف هم غیر عمد بوده، دو تا ماشین با هم دیگه تصادف میکنن، یه نفر از ماشین سواری میمیره، فوت میشه یعنی دیگه. بعد ماشینی که سواری دیگه فوت میکنه رانندش مقصر نبوده، ماشین مقابلا مقصر بوده. حالا ببینم که جرمش چیه، مثلا روزه لازم هست بره یا نه. دیگه هم اون طرف اگه بخواد روزه نره حکمش چیه؟ توضیح دادم، بازم توضیح میدم. آخرین بیننده در این بخش آقا کیان از کردستان. بفرمایید آقا کیان. سلام علیکم آقای خدمتی. و علیکم السلام و رحمت الله. خسته نباشید آقای خدمتی. ممنون. خیلی خوشحال هستیم که دوباره شما رو مشاهده میکنیم آقای خدمتی. ممنون. آقای خدمتی ببخشید، ما امروز یه مریضی داریم، جوون خیلی مریض، سرطان گرفته متاسفانه. میخواستم اگه میشه تو این روز آدینه روز جمعه اگه میشه یه دعای خیر براشون بکنیم. چشم. اگه میشه هم لطف بکنیم بفرمایید کی سریال حضرت عمر رضی الله عنه پخش میشه. از توضیح میدم. خیلی ممنونم از برنامه خوبتان. خدا حافظ. خدا حافظ شما. خیلی خوب، چند تا داشتیم قطع شدن، 7 و 8 و 9 قطع شدن. آقا دانیال قطع شد. آقا عبدالله از ایران فرمودند که نماز میت بدون وضو، نماز هر نمازی وضو در آن شرط است، اگر که آب نبود تیمم انجام میدهد. و نحوه تیمم هم در کلیپی به روش سگانه آن یا به سروش آن در شبکه جهانی کلمه پخش شد و مرتب ملاحظه می فرمایید. جایگزین وضو و حتی جایگزین غسل واجب تیمم می شود. تیمم غسل مثل تیمم وضو است. پس نماز میت با وضو 4 تکبیر می گوید. آقا 10 مرده از زابل کسی را بالاخره متهم کردن به قتل عمد، به ناحق کسی را کشته، بعدشون میگه اعتراف هم نکرده، بعدن ما انتقام بگیریم. ببینید در اینجا مسائلی مترتب میشه برادر محترم آقای ده مرده. اولا ایشون اعتراف نکرده، از کجا میدانید که 100% قاتل این است؟ ثانیا اگر اعتراف کند و قاتل هم 100% این باشد، وظیفه شما نیست که قصاص انجام بدهید. قصاص افراد خاصی که وابسته به حکومت مرکزی، به حکومت وقت هستند انجام میدهند، نه هر کس. اگر بنا باشد شما کسی را ببینید که قاتل دیگری است، بعد هم مبادرت به قتل او کنید، یک بی‌نظمی و یک نوع هرج و مرج در اون منطقه، در اون شهر، در اون قسمت به وجود میاد که جلوگیری از آن بسیار مشکل است. پس بنابراین پیاده کردن احکام با افراد نیست، احکام با دولت و با محکمه و با قضات است. قاضی حکم می کند زمانی که تهمت بر ایشون ثابت شد و قصاص می گیرد و باید هم قصاص بگیرد. و خداوند دستور داده که ولکم فی القصاص حیات، می فرماید که در پیاده کردن شریعت حیات بود و زندگی شما ادامه می یابد، و الا اگر قصاص نگیرید و قصاص انجام ندهید شما نمیتوانید امنیت داشته باشید. النفس بالنفس والعین بالعین همین را میرساند، یعنی باید قصاص، مگر اینکه بازماندگان و اولیای دم یعنی شماها پسر مقتول ببخشند و مطالبه به قصاص نکنند. و اما اینکه خود انتقام بگیرید، این کار را نکنید.
این عمل را انجام نده، زیرا وظیفه شما نیست و وانگهی شما هنوز مطمئن نیستید که قاتل به عینه کیست، گمان میبرید، چه بسا گمان شما بد باشد. آه حسین از ایران در رابطه با اینکه امام میتواند شفاعت کند، شفاعت عظما از آن رسول الله صلی الله علیه و سلم هست در صحرای محشر، در روز محشر با اذن و اراده الله. و این را بدانید که هیچ کس از رسول الله صلی الله علیه و سلم گرفته که صاحب شفاعت عظما است تا بقیه افراد صالح که برای دیگران شفاعت میکنند، جز با اذن و اراده الهی امکان ندارد کسی برای دیگری طلب شفاعت کند. من الذی یشفع عنده الا باذنه، چه کسی میتواند طلب شفاعت کند از او تعالی برای کسی بدون اذن او تعالی؟ باید با اذن الله سبحانه و تعالی باشد. حالا هر کی باشد، اون چه شما اسمش گذاشته اید امام، یا اون چه افراد صالح هستند، یا حتی خود انبیا و اهل بهشت، هم برای اهل بهشت شفاعت میکنند و تمام این شفاعت ها برای اهل ایمان هست، برای اهل کفر شفاعتی نیست. ولا تنفعهم شفاعت الشافعین، شفاعت کننده به درد انسان کافر و بی نماز و بی تقوا نمی خورد. بله. آقا حامد در رابطه با اینکه تصادف غیر عمد بوده، یک نفر کشته شده و راننده مقصر نبوده، جرم چیست؟ آیا روزه بر او واجب است؟ عرض کردیم اگر ایشون مسبب قتل نشدند، خیر، روزه‌ای در حق ایشون واجب نیست. کسی که مسبب قتل شده است، ولو که قتل خطا باشد، باید 2 ماه پی در پی روزه بگیرد. اگر نتوانست، قیاس بر بقیه کیفرها که شبیه این است، 60 فقیر را غذا می‌دهد. آکیان از کردستان مریض سرطانی دارد، ما دعا میکنیم در این روز مبارک و در این ایام مبارک که تمام مریض های بینندگان محترم، به خصوص مریض این بینندمون آقا کیان که مبتلا به مرض سرطانی است، خداوند شفای عاجل عطا فرماید و همچنین بیماران شما بینندگان محترم، عم از پدر و مادر و خواهر و برادر و فرزند، چه پسر چه دختر که مریض هستند، خداوند را میخواهیم که شفای عاجل عطا فرماید. آمین. فرمودن که سریال حضرت عمر پخش میشه، عرض کردیم که اول ربیع الاول آینده به اذن الله. آقا محمد از ایران بفرمایید. سلام علیکم. سلام و رحمت الله. آقای نری کسی اگر بنده هیدری نیستم، خدمتی هستم، بفرمایید. بنده یه چیزی فرو یه ماشین فروخته بودم، پولیشو گذاشته یا به یه گذاشته دید را آدم بیام خونه، بعد سر درایی که میخواستم بیام خونه از ماشین پیاده شدم، ماشینی که سوار بودم ماشین کرایه دادم و رو به خونه به حرکت کردم. همین که آمدم نزدیک رسیده به خونه، یک همین خبردار شدم که چوقی آمد تلفن زدن تو قلبم من دیگه خبردار نشدم نزدیک 4 روز 5 روز که دیگه منو بردن بیمارستان، نمیدونم که منو بردن بیمارستان. بعد من نفهمیدم که چی زد، یعنی تقریبا، یعنی بگم یا نگم به حد چی بگم، من نشناختم، ولی اون کسی که دیده بود منو زده بودن، یه ارگانیه، یه هوا دریاز برزا به یه سرباز مرباز جمع بودم، من که متوجه نبرم یه که بعدا متوجه شدن که من ایجا چه بخوردم. بعد من اینا میدونن که من چی به من زده یا چه اشخاصی چی شکلی داشته چی شکلی نداشته، با موتور بودن با موتور نبود. من میتونم از طریق اینا فشار بیارم، یعنی دوبارم رفتم اینا میگم ما نمیشناسیم، اصلا نیدیم، درسته که دیده بودن میشناسنم، یعنی بدفورم هم دادم چاقو، زدن چاقو قصی کش پولا رو که برداشتن هیچ نزدیک 12 میلیون زدن رفتن. من میتونم فشار بیارم به این سربازا با این همین در اجاره که دم در باید شده بودن که کی منو چاقو زده کی نزده، یا با چی برم جلو، با
نیت زدن یا بزنم، اینو میدونم که اینا میشناسن، میدونم که اینا درست میفهمن کیه، اگر نشناسن میدونن چهره چون میدونن میشناسن، بلکه چهره نگاه بکنن این طرف هم میشه، ولی اینا میگن ما اصلا خبر نداره. میتونم با خوبی که اصلا جواب نمیده، آیا میتونم با بدی بزنم؟ یعنی من قصدم اینه که اینا میفهمن که من کتر که برم زده که قصد کش داشت، میدونم که که اشخاصی بوده، آیا میتونم با زور با چی وارد بشم؟ نمیدونم که من زدم، همین شاهده ای که بعضا میدیدن یعنی درست میشه، من میتونم وارد بشم به این شاهده؟ توضیح میدم خدمت، توضیح میدم. سوال مفهوم است، منتظر جواب باشید از گیرنده. بیننده بعدی آقا علی از ایران، بفرمایید. آقا علی سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. ما 5 تا برادر هستیم و 3 تا خواهر. زمین کشاورزی هم داریم. الان پدر من یه بعدت برادر هم هستن. بعضی برادران و خواهران هم راضی نیستن. الان پدرم فوت کرده. من میتونم ازش بگیرم یا نه؟ اصلاً نمی‌کنم. شما چه برادرم اما یکیشو 16 ساله بودن. یکیشو 15 ساله. اون موقع کوچک بودم. پنج تا برادر و سه تا خواهر را میخواهید راضی کنید که چی بشه؟ نه پدرم یه قطع زمین داده داداشه. حالا بعضیشون راضی نیستن. پدرم فوت کرده. خب. یه بار انگور. این زمین از بقیه برادران و خواهران بگیرید یا زمین را به کسی بدهید یا بفروشید؟ پدرم داده به یه برادران. ما 5 تا برادریم. پدرم یه قطع زمین داده به داداشم. الان بعضی از برادرانم راضی نیستن. آها. پدرم فوت کرده. متوجه شدی؟ بله 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 توضیح میدم. بقیه راضی نیستن. ایشون قطع زمین را به یکی از برادران داده. بله بله. توضیح میدم. بیننده بعدی. آقا محمد حسن از بلوچستان. بفرمایید آقا محمد حسن. سلام خسته نباشید. علیکم السلام و رحمت الله. ببخشید یه سوالی داشتم. بفهم. خواستم نمازی که رابطه مثلا نماز مغرب که قضا شد عشا بعد قبل از نماز عشا بخونید درسته یا نه؟ قضای مغرب قبل از نماز عشا. آره آره. توضیح میدم خدمتتون. چشم. خسته نباشید. باشه. خدا حافظ شما. بیننده بعدی. خانم سوختگاه از بندر لنگه. بفرمایید. سلام علیکم. سلام و رحمت الله. یه سوالی هست خدمت شما و خدمتی. بفرمایید. میخواستم بدونم گوشت مرغ با بافته و تخمش حلالن یا حرام؟ گوشت مرغ گوشت حرامه تخمش حلالن یا نه؟ گوشت مرغ چی؟ مرغی که گوشتش حرامه تخمش حلالن یا نه؟ چه مرغی گوشت آن حرام است که تخم آن حلال باشد؟ اردک. بله؟ اردک. ها ذبح حرام شده؟ از طریق حرام ذبح شده؟ نه مرغ با بافته خواهد گوشتش حرامه. آیا تخمش حلاله یا نه؟ توضیح میده. توضیح میده. الو. توضیح میدم خدمتون. چشم. بیننده بعد. محمد صدیق از خراسان. بفرمایید محمد صدیق. سلام علیکم آقای خدمتی. سلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید برادر. سالی بخیر. خسته نباشید. خیلی خیلی ممنون و متشکرم. من بیننده دائمی شما هستم. به نوبه خودم تشکر میکنم. قدردانی میکنم از زحمات بیدریغانه شما استاد بزرگوار. یه سوالی داشتم از حضور جناب عالی اگر اجازه بفرمایید. بفرمایید. جناب آقای خدمتی، یک خواهر برادر با هم 2.5 سال هست که قهر هستن. هر دو نفر هم متأهلن و فرزند و بچه دارن، خانم و اهل خانواده هستن. خواهر سال ازم حضورتون که 90 رفته حج توسط و برادر سال 91. برادر به جای پدرش رفته به حج. حالا در صورت که اینها قبل از رفتن حج
با هم دیگه قهر بودن و با هم صحبت نمی کردن. الان هم بازم با وساطت فامیل و خود بنده که برادرشون هستم هنوز متاسفانه با هم دیگه صحبت نمی کنن و قهر هستن. تکلیف این حج اینا چی میشه؟ بخصوص حج پدرم که برادرم دنیاوت از پدرم رفته، تکلیف حج چی میشه؟ آیا حج جا افتاده؟ حج انشالله قبول شده یا نه؟ استدعا میکنم که ما را ارشاد بفرمایید. تشکر میکنم از جناب‌عالی، خدا یار و یاوره. خدا نگهدار شما. بیننده آخرین بیننده در این قسمت، بله؟ امید از ایران، بفرمایید. امید السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمت الله. یه سوال داشتم، بخواستم بپرسم چجوری میشه از وسوسه شیطان فرار کرد؟ چگونه از وسوسه شیطان فرار کرد؟ از شیطان زیاد من وسوسه میگوره تا حد قرآن دیگه وسوسه زیاد نیه چی ها کنم. توضیح میدم خدمت، توضیح میدم. خب آقا محمد از ایران توضیح دادن در سوالشون که ایشون دیدن کسانی دیگری را میزنند و بالاخره حالا پولش رو میبرند با چاقو میزنند. بعد فرمودند که سربازانی هم در اونجا با یونیفرم بودند و اینها را دیدن، عکس العمل نشون ندادن و میدانند که جانی و قاتل کیست ولی گواهی نمیدن. من میتونم به یک نحوه فشار بیاورم با تهدید که اینها بیان گواهی بدن. ببینید اگر با تهدید باشه که باز همینه، به زور از ایشون شهادت و گواهی گرفته شده، این اعتراف به زور هست، جائز نیست به تهدید. ولی در حق ایشون باعث اینو گفت، در حق کسانی که گواه بودن، کتمان شهادت حرام است، جائز نیست که شما شهادتی که از شما میخواهند در محکمه و دادگاه کتمان کنید. کتمان شهادت حرام است، کما اینکه شهاده و گواهی ناحق هم همچون حکمی را میگیرد، یعنی حرام، شهاده زور و گواهی زور. جایز نیست که به زور از کسی اعتراف گرفت، کما اینکه در زندان ها این چنین انجام می شود متاسفانه. آقا علی فرمودند 5 برادر و 3 خواهر هستند، قطعه زمینی پدرشون بالاخره داشته، یکی از برادران یا به یکی از برادران داده یا یکی از برادران این قطعه زمین را گرفته، بقیه راضی نیستند. باید بقیه را راضی کرد، اگر چه هم پدر وصیت کرده باشد، وصیت پدر در اینجا ارزشی ندارد. چرا ارزشی ندارد؟ زیرا وصیت بعد از وفات و رحلت ایشون است. پدر مخیر است در حیات خود، اموال خود را به هر کس می‌دهد و می‌بخشد. اما این که وصیت کند بعد از وفات من این قطعه زمین به یکی از فرزندانم تعلق می‌گیرد، عمل به این وصیت نمی‌شود و هیچ قاضی این وصیت را نمیپذیرد و پدر هم معصیتکار است. فرزندان برای این که پدرشون معصیتی نداشته باشد و با معصیت از دنیا نرفته باشد، باید متحد شوند و این ترکه را و این شیء میراثی را که همون قطعه زمین باشد بین همدیگر، همچون که خدا و رسول خدا فرمودند، توزیع کنند، تا این که پدر معصیتی نداشته باشد و بار معصیت پدر سبک شود. و الا هم پدر معصیت کار است، همون برادری که این وصیت را میپذیرد. در حدیث صحیحی از رسول الله صلی الله علیه و سلم خطاب به اولیای امور و پدران میفرماید که اتقوا الله وعدلوا بین اولادکم، از خدا بترسید و بین فرزندان خود عدالت را رعایت کنید. قسمتی از اموال خود را به یکی از فرزندان دادن بدون این که بین بقیه توزیع شود حرام است و جایز نیست. و وصیت کردن برای تقسیم ترکه شرعی نیست، زیرا خداوند تقسیم کرده است. وصیت یعنی این که اسرار دیگری که نزد شماست، امانتی دیگری که نزد شماست، امانت شما که نزد دیگران هست، بدهکاری شما، طلبکاری شما در یک کاغذ مشخص شود و گواه بگیرید برای آن و همیشه داشته باشید. این وصیتی است که قرآن بدان دستور داده، نه این که برای تقسیم ترکه. بسیار خوب. آقا محمد حسن از بلوچستان، غذای مغرب قبل از عشا. اگر که نماز عشا، وقت نماز عشا داخل نشده است،
که قضا گفته نمی شود برای نماز مغرب. نماز مغرب هنوز وقت دارد. وقت نماز مغرب از بعد از غروب آفتاب به محض غروب آفتاب تا برچیده شدن سرخی و قرمزی غروب آفتاب است. یعنی حدود یک ساعت و ده دقیقه وقت هست برای خوندن نماز مغرب. اما اگر قضا شد، بله، اول نماز مغرب میخونید، بعد نماز عشا. خواهرمون از بندر لنگه در رابطه با گوشت مرغی که یا پرندهی که حلال نیست، تخم آن پرنده چه حکم دارد؟ همون حکمی که گوشتش دارد، فرق نمی کنه. و معمولاً تمام پرندگان حلال گوشتند جز پرنده هایی که استثناء شده در روایت صحیح ذکر شده و دین اسلام آن را به عنوان پرنده شکاری مثل عقاب، مثل شاهین نام برده است. بقیه پرندگان دلیلی برای حرمت گوشت آنان نیست. بعضن بعضی پرندگان که پاهایش به هم چسبیده حرام می دانند. این حرام نیست. دلیلی برای حرام بودن این پرنده نیست. پرندهی حرام است که شکاری باشد. عرض کردم مثل عقاب، مثل شاهین و پرندگان شکاری. و حیوانات هم همین حکم را به خود می گیرند. حیوانات نیشدار شکاری حرام گوشتند. پس بقیه پرندگان حلال گوشتند. در نتیجه تخم آن پرندگان نیست حلال است. آقا محمد صدیق از خراسان، خدا شما را حفظ کند و اجر دهد. میانجیگری میکنید، اصلاح ذات بین میکنید، عمل بسیار مبارک و مفید است. ولی خطاب به خواهر و برادران شما باید گفت که معصیت دارید. در حدیث صحیحی از رسول الله صلی الله علیه و سلم وارد است که اعمال بنده روزهای دوشنبه یا پنجشنبه یا هر هفته عرضه می شود، به پرونده ایشان اضافه می شود و خداوند نظارت می کند بر اعمال آنها و اعمال صالح را به پرونده خوب آنها افزوده می شود، جز کسی که با دیگری قهر است. خداوند دستور می دهد که به پرونده صالح ایشان نیفزایید، صبر کنید تا اینکه این دو با هم دیگر صلح کنند. اعمال شما معلق است به خاطر رویگردانی شما از هم دیگر. و در حدیث صحیح دیگری داریم که شایسته نیست یا جائز نیست برای شخص مؤمن که بیش از 3 روز از برادر یا خواهر مؤمن خود رویگردان باشد. و بهترین این دو قهر کننده کسی است که زودتر مبادرت به صلح و سلام کند. این عمل را که همانا قهر کردن از همدیگر باشد بیش از 3 روز علما حرام می دانند طبق حدیثی که عرض کردم. و اما در رابطه با حج، حج لطمه ای نمی بیند، حج صحیح است، ولی شما معصیت کارید. شما معصیت کارید تا زمانی که اصلاح نکنید، بین همدیگر صلح به وجود نیاورید. آقا امید از ایران، چگونه از وسوسه شیطان فرار کنم؟ با ذکر خدا، کثرت ذکر خدا، تلاوت قرآن، نماز سنت و صدقه و انفاق و مواظبت بر اوراد نمازهای 5 وقت بعد از نماز از مسجد خارج نشوید. بنشینید، ذکر کنید، تسبیح بگویید، بلند بشید، نماز سنت بخوانید، بعدن از مسجد خارج شوید. این شما را از وسوسه شیطان دور می کند. به اضافه دعا، دعا کنید و استغفار کنید که خداوند شما را از این وسوسه نجات دهد. اتاق فرمان. آقای امیری از ارومیه، بفرمایید. آقای امیری. آقای امیری بفرمایید. قطع شدم. آقای علی از ایران بفرمایید. آقای علی. آقای علی بگوشیم. آقای علی رو خط بفرمایید.
صداتون پایینه آقا علی، صدای مبارک را بالا. آقا علی خب ایشون صداشون ضعیفه. من نمیشنوم صدای شما آقا علی، صداتون بلند. مادرتون به کسی شیر داده. قطع شد. شیما از هلند بفرمایید. خواهرمون شیما سلام علیکم. آقا سلام و رحمت الله. ممنون آقای خدمتی. من دو تا سوال داشتم. بفرم. الو. بله، شخصی که توبه کرده باشه خداوند توبه ایشونو ببخشه، بعد در قیامت حق الناس چی میشه؟ این سوال اولم. سوال دومم، آیا غسل جمعه برای خانم واجب هست یا نه؟ لطفا اگه میشه اینم برای من توضیح بدیم. چشم. الو. سوال را گرفتم، منتظر جواب از گیرنده باشید. محمد از ایران بفرمایید. آقا محمد خسته نباشید. آقا خدمتی. ممنون. ما تشکر میکنم از همه کار زمانکشان شبکه کلمه. خدا قبول کند. بفرمایید. آقا خدمتی، من یک فروشنده پوشاک هستم. در دهه محرم لباس مشکی میارم، مثلا پیراهن مشکی میشن در اهل سنت هم هستم. میخوام میرم برای من جایزه به یک اهل سنت مثلا لباس مشکی در دهه محرم بفروشه؟ لباس مشکی روی این لباس یا حسین یا زهرا نوشته شده. من میخوام بدونم که برای من جایز برای من اهل سنت فروش لباس مشکی در دهه محرم خرید و فروش آن. بله بله، خرید و فروش لباس مشکی. توضیح میدم خدمتتون. چشم. آقا عرفان از ایران بفرمایید. آقا عرفان السلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. صداتون پایینه جناب آقای عرفان، بفرمایید. خسته نباشید. ممنون. استاد خدمتی، این که کسی فوت میکنه میبرنش قبرستان، بعد از که مردمان همه برمیگردن دو نفر از فامیل روی میستن روی قبرستان، میگوین یه بیاد زن نترسه، جواب ملکه این را درست بده، شریعت داره یا نداره؟ دو نفر را نگه میدارن بر سر بر قبرستان که چی کار کند؟ بر قبراره. آه که دعا کنه. ساعت بعد بیان که میگن اون مرده که مرده نترسه جواب بدهد. آه توضیح میدم. خواهرمون مروه از هلند بفرمایید. خواهر مروه سلام علیکم. خسته نباشید. سلام و رحمت الله. برادر جان من دو سوال دارم. یکی این که یکی از دوستامون شوهرش بهش یه بار تو تلفن گفته که من تو را طلاق میدم، سه بار گفته، این با گوشه خود شنیده. حالا این میگه که من چه کار کنم؟ هی وسوسه میکنه که آیا این من با این شوهر هستم، آیا نمیدونم صحیح هست یا غلط هست، این نمیدونه چه کار کنم. شوهرش گفته شما را طلاق میدم؟ تو تلفن. آره تو تلفن بهش گفته، به یکی از فامیلش گفته، این شنیده. حالا این نمیدونه چه کار کنه، یا این خوب هست با شوهرش توی خونه باشه نباشه، چه کار کنه؟ این میگه که یعنی تموم شد دیگه، این نمیدونم که چه کار باید کنه. شما سوال شما تهدیدی که شوهر کرده دقیقا میتونید ذکر کنید؟ گفته طلاق میدم یا شما به طلاق باشید؟ این شوهرش با خانم برادر خانمش صحبت کرد با تلفن با گوشی. به خانم برادر خانومش گفته که من خانوم خود را نمیخوام، از طرف من طلاق، سه بار گفته، به خانم برادر خانومش گفته. بعد اینم خانومش گفت من شنیدم، من پلی زنداداشم بودم، اینو من صدا را شنیدم که با زنداداشم صحبت میکرد. حالا فکر میکنه که دیگه تموم شد، یعنی چی کار باید بکنه؟ توضیح میدم. چشم. بله بله توضیح میدم. سوال دوم. یه سوال دیگه هم دارم. بفرمایید. سال دوم اینه، راجع به خوابه. به خواب دو تقریبا چند سال میشه که همین یکی از دوستای دیگه هم خواب دیده که بابای خودش، یعنی با خودش، یعنی اعمال خیلی زشت انجام میده تو خواب. سه چهار بار میشه که تو طول عمرش خواب دیده، خیلی ناراحته، میگه این چی معنی داره؟
سه چهار بار خواب دیدن که بابام با من مثل یه خانم خودش رفتار میکنه تو خواب. توضیح میدم. برادر نازنم میخوام کسیم با شما صحبت کنم، یه روزی دیگه میشه نمره خاصی به من بدین شماره که به اتاق فرمان زنگ بزنید، به اتاق فرمان زنگ بزنید، پیام بگذارید، یا اینکه روزهای دوشنبه بنده در خدمت شما هستم از ساعت 4:30 تا 5:30 بعد از ظهر به وقت ایران. شما می توانید با تلفن هایی که روی شبکه اعلام میشه زنگ بزنید، در خدمت شما باشم. بله، عبدالله از ایران، بفرمایید. بفرمایید آقا عبدالله، بفرمایید. سلام عرض کردم خدمت شما، خسته نباشید، خداوند توفیقتون بده ان شاء الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکات. بفرمایید آقا عبدالله. استاد بزرگوار، اگه امکان داره یه چیز، چون الان مثلا نزدیک ایام قربانی است و عید ان شاء الله قربانم هست، در شرایط قربانی طریقه توزیع ذبح و این چیزا اگه میشه یک برنامه خاصی داشته باشید، یا حداقل به صورت مختصر یه توزیع زحمت بکشید توزیع بدید که بینندگان عزیزم بسیار از این شرایط آگاهی پیدا کنند. چشم. بعد یه پیشنهادی داشتم جناب شیخ، انشالله که برنامه آموزشیتون بیشتر کنید در شبکه جوانی کلمه، بخصوص تفسیر قرآن. چرا ما نداریم؟ یعنی از اول ما برنامه خاصی برای تفسیر قرآن به طور نداریم، چون قرآن واقعا برای مردم تمام، یعنی مشکل مردم حل میشه از طریق دانستن به مسائل قرآن. من زیاد وقت شما نمیگیرم، خداوند انشالله توفیق خیرتون بده. و برنامه های بسیار سخنرانی هم بیشتر پخش کنید، خیلی مفیده. همچنین برنامه های عبدالله از آلمان هم محبت بفرمایید در یه وقت معینی باشه که مردم بدونن در چه وقتی. تشکر میکنم از زحمات شما، خدا به شما هم توفیق بده. نگه دارید اتاق فرمان که دیگه جمع شد. آقای امیری یا از ارومیه قطع شدن، علی از ایران، مادرشون به یکی شیر داده، فقط تا اینجا شنیدیم. قانون و اون سیستم شیرخارگی و رضاعت اینه که هر کس از خانم شیر خورد محرم اون خانواده میشه و میشه فرزند اون خانم. یعنی اگر مادر محترم شما به یکی شیر داده، اون شیرخار چه پسر باشد چه دختر میشود عضوی از اعضای خانواده شما. اگر پسر است برادر شما میشه، و اگر دختر هست هم میشه خواهر شما. تمام برادران شما برادر این دختر هستند و تمام خواهران شما خواهران این دختر هستند، و مادر شما مادر ایشون هست، پدر شما پدر ایشون هست. هر چی به شما تعلق دارد از نسب، به این هم از رضاعت و شیرخواری تعلق میگیرد. شیما از هلند فرمودند که توبه کرده، حق خدا چی میشه؟ ببینید، درسته ما دو حق داریم، یکی حق الله، یکی حق آدمیین، حق انسان ها. اگر بین خود و خدا معصیت انجام داده و توبه کرده، خداوند توبه پذیر است. حالا اون چیزی که مربوط است به خدا، مثلا نماز نخونده، شراب خورده، زنا کرده، تهمت زده، کار خلاف تهمت زده رو حق الناس میدونه، کار خلاف دیگری انجام داده، این حق الله است، با توبه بخشیده می شود. اما اگر تهمت زده، غیبت کرده، اموال دیگران را خورده، باعث تفرقه دو خانواده شده، این حق الناس باعث بره که به اون شخص برگردونه یا از اون شخص طلب حلال بودی کند و خواهش کند که ایشان را ببخشد. پس حق الناس و حق الله دوتاست. چیزی که شما فرمودید توبه کرده حق الله چی میشه؟ اگر حق الناس بوده باید برگردونده شد. مثلا ایشون اموالی را از کسی به اغما بردن، دزدیدن، باید این اموال برگردونده شد. غیبت دیگران کردن، تهمت زدن، باید برون نزد اون شخص از ایشون معذرت خواهی کنن، و الا روز قیامت این حق به جای خود باقی است. حق خدا با توبه و التماس و مغفرت و استغفار و ندامت و پشیمانی بخشیده میشود، که به آن گفته میشود توبه نصوح. یک سوال در اینجا مطرح میشه، اون که حالا این حق الناسی که ما گفتیم، همانا که تهمت یا غیبت یا دزدی یا اینها باشد، اگر شخصی که ما غیبتش کردیم، تهمتش زدیم، اموالش رو بیام و فوت کردیم، نیست، حالا باید چیکار کرد؟ میراث بر هم نداره، کسی هم نمیشناسیم، باید چیکار کنیم؟
اونجاست که باید این انبار را به قصد رسیدن اجر و ثواب برای این شخصی که از آن انبال برده شده به صدقه و به انفاق داد تا اینکه خداوند شما را ببخشد یا برایش دعای مغفرت کنید. سوال دوم شما، ولی از اینکه خداوند توبه را میبخشد مطمئن باشد. خداوند اگر بنده به سویش توبه کند توبه پذیر است. یکی از صفات الله تواب است، یعنی بسیار توبه پذیر. حتی در سوره فرقان، در آخر سوره فرقان میفرماید که اگر کسانی بعد از اینکه این عمل را انجام دادند، یعنی شرک و زنا و معصیت و اینها، دست کشیدند و توبه کردند، الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا و اعمال شایسته انجام داد و توبه کرد، فاولائک یبدل الله سیئاتهم حسنات، خداوند این گناه ها را تبدیل می کند به نیکی و حسنه. چقدر لطف و کرم الهی در اینجا نسبت به بندگان زیاده. گناه را تبدیل می کند به ثواب، اما زمانی که بنده به خدا برگردد و انابت و توبه و التماس و پشیمان باشد. فرمودید غسل جمعه برای خانم ها واجب است، برای آقایون هم واجب نیست. برای آقایون قبلا واجب بود، بعد از اینکه اسلام گسترش یافت از وجوب به سنت تقلیل یافت، ولی تأکید است که روز جمعه آقایان قبل از اینکه به مسجد بروند غسل کنند. شما ببینید در روز جمعه آداب جمعه غسل کردن و لباس نو پوشیدن و معطر شدن است. شما در مساجد میبینید که در روز جمعه بوی خوش، در مساجد اهل سنت میگم تو پرانتز، بوی خوش، بوی عطر به مشام همه میرود، برای که همه غسل کرده و همه لباسشون جدیده و همه معطرند. نه بوی جوراب یا بوی پا می آید و نه هم بوی عرق یا بوی تعفن، برای که خدا دستور داده یا بنی آدم خذو زینتکم عند کل مسجد، ای بنی آدم مزین کنید خود را در هر نمازخانه و در هر مسجدی که نماز می خوانید. بدیهی است که اجر و ثواب دارد و سنت است که انسان غسل کند و لباس تمیز بپوشد و خود را معطر کند، تأسی به رسول الله صلی الله علیه و سلم. اما در حق خانم ها خیر، خانم ها نماز، بهترین نمازهایشون در خانه هست. اگر به مسجد رفتند که جایز است به مسجد بروند، خود را معطر و مزین نمی کنند. آقا محمد از ایران اهل سنت هستند، تجارت پوشاک دارند، لباس مشکی میارند برای روز محرم که همین ایام آینده بعد از یک ماه وقتشه. روی این لباس نوشته یا حسین یا زهرا، خرید و فروش، حکم خرید و فروش این لباس در یک جمله حرام است. حرام است، حرام است که شما لباسی بخرید یا بفروشید که در اونجا تبلیغ شرک و عبادت غیر الله باشد. پولی که از این لباس به دست می آورید حرام است. واسطه‌ای که قرار می دهید بین شما و تجارت و تجار دیگر حرام است. تمام عملی که برای رساندن این لباس به دست مشتری باشد حرام است و پولی که از این طریق عاید شما می شود حرام است. این را خوب بدانید. سه بار تکرار کردم، حرام است، حرام است، حرام است تبلیغ عبادت غیر الله، به خصوص که لباس مشکی پوشیدن آن درش حرف است. و اگر به قصد تعزیه و عزاداری و ایراد بر قضا و قدر الهی باشد، حرمت آن بیشتر است. اگرچه به علت و انگیزه عزاداری اگر انسان لباس مشکی، شلوار مشکی، پیراهن مشکی، کت مشکی بپوشد حرام نیست. حرام نیست که شما پیراهن مشکی بپوشید، حرام نیست که شما کت و شلوار مشکی بپوشید، اما اگر به قصد اعتراض و عزاداری شد، پوشیدن این مشکی می شود حرام. بدیهی است که خرید و فروش آن نیست حرام است. در لباسی که در آن نوشته یا حسین یا زهرا یا علی و یا عمر و یا ابوبکر و یا عثمان، باز هم حرام است. آ عرفان
بعد از وفات یک شخصی دو نفر را می گمارند که آنجا تلقین بدهد و بگوید منکر و نکیر می آید به قبر شما و این چنین می گوید و آن چنین می گوید. این تلقین است و عرض کردیم که مشروعیت ندارد و حدیثی که درباره آمدن و محاکمه آن شخص مقبور و متوفا از طرف دو فرشته به نام منکر و نکیر آمده صحیح است. اولین محاکمه ایشون در قبر همون دو فرشته انجام میدهند. اما کسی که گمارده شود و بدان تلقین کند و بگوید به آن با متوفا صحبت کند که های شخصی که وفات کردی الان دو فرشته میان بالای سرت از دین و از ایمان و از کتاب و از پیامبر و از قبله و از اینها از تو میپرسند، اگر این سوال پرسیدند شما این جواب بدهید، اگر این سوال مطرح کردند شما این جواب بدهید و و و این خلاف شرع و دلیلی برای آن نیست. حتی گماردن افراد برای تلاوت قرآن و خیمه زدن بر قبرستان باز ذکری برای این در شرع نیامده، جزء بدعت‌هایی است که دیگران انجام میدهند. خواهرمون مروه از هلند در رابطه با اینکه اگر خانومی شوهرش به کسی دیگه در تلفن گفته که خانومش به طلاق هست آیا طلاق واقع می شود یا نه، اگر لفظ طلاق جاری کرده و خطاب به خانوم خود و شاهد دارد بله طلاق واقع هست، اما چند طلاق واقع هست، یک یا سه، در این مسئله خلاف است. اگر یک طلاق تلفظ کرده و نیت داشته بدین تلفظ که طلاق باشد، یک طلاق واقع می شود. یک طلاق واقع می شود. یعنی چی یک طلاق واقع می شود؟ یعنی این دو زن و شوهر در طول زندگی زناشویی خود دو طلاق دیگر دارند تا اینکه کاملا از همدیگر جدا بشوند و طلاق بائن شود. و اگر سه طلاق در یک مجلس تلفظ کرد، خلافی است بین اهل علم که آیا این سه طلاق سه طلاق حساب می شود یا یک طلاق. جمهور اهل علم برانند که سه طلاق در یک مجلس سه طلاق است. تمام شد و بائن شد. اما رأی دیگری از علما از جمله شیخ الاسلام ابن تیمیه چنین است که سه طلاق در یک مجلس یک طلاق است. با لفظ طلاق بازی نکنید و زن را خار و ذلیل نکنید. میخواهید تنبیه کنید، میخواهید حرف بزنید، میخواهید که ادبش کنید اگر ناشزه بود، اما نه با طلاق. سوال دوم شما، دختری خواب دیده که پدرش و یکی از بستگانش باش عمل زشت انجام میدهد، یعنی باش جماع میکند. اولا در اینجا عرض کرده ایم که تعبیر خواب نمیشود، ما معبر خواب نیستیم، یعنی تفسیر خواب و تعبیر خواب در این شبکه نیست. ولی از چیزی که شما گفتید این برمی آید که ایشان، یعنی کسی که خواب دیده یا اون دختر یا اون خانواده، مشغول به خوردن رباست. به خوردن رباست. رباخاری حرام است. در روایتی داریم کسی که ربا میخورد یا کمترین ربا یا گناه کمترش آن است که با مادر خود عمل فحشا انجام بدهد. در خواب دیدن که با یکی از محارم عمل فاحش انجام میدهد دال بر این است که در زندگی شما رباست، ربایی که خداوند آن را جنگ با خود اعلام کرده و آن را حرام ساخت. مواظب باشد ربا نخورد و دست از ربا کشیدن بردارد و اموال خود را از ربا طاهر سازد. آقا عبدالله از ایران درباره قربانی فرمودند و طریقه ذبح آن. اولا تشکر میکنم از برادرمون آقا عبدالله که یادآوری ساختند. در روزهای آینده به اذن الله ویژه برنامه‌ای خواهیم داشت تحت عنوان ایام یا دهه مبارکه فجر حقیقی، از جمله مسائل اضحیه و قربانی و شرایط آن. ولی جا دارد که در اینجا بنده یادآوری کنم که جمهور اهل علم برانند کسی که توانایی قربانی کردن دارد قربانی کند و حیوانی را به جای خود و خانواده ذبح کند و گوشتش را به فقرا بدهد. و بنده در اینجا توصیه میکنم، به خصوص در مناطق اهل سنت، در بلوچستان، در جنوب، در کردستان، در شمال ترکمن صحرا و در هشتپر و تالش و انبران و در خراسان، در تربت جام و بقیه در بیرجند شهرهای خراسان،
قربانی خود را به مدارس دینی بدهند، مدارس دینی که مورد اعتماد آنهاست، به طلاب مدارس دینی بدهند، زیرا این مدارس دینی اهل سنت در این چهار گوشه کشور جز از خیرات و کمک مردمی از جای دیگر کمک و بهره‌ای نمیبرد. یعنی دولت یک تومان هم به اینها کمک نمی کند. شایسته است که ما اینجا یادآوری کنیم برادرانی که در جنوب، در استان هرمزگان، بوشهر، فارس میخواهند قربانی بدهند، این را تقدیم کنند به مدارس دینی منطقه خود جهت صرف آن. حتی اگر برای از طلاب مدرسه دینی اضافه شد، این مدرسین و این مدارس دینی آن را به فقرا میرسانند به وجه احسن توضیح میکنند. این بهترین روش برای قربانی کردن هست تا اینکه حیف و میل نشود. اگر کسانی در مناطق آنها فقرای بود، به فقرا بدهند. پس قول صحیح آن است کسی که توانایی قربانی کردن دارد، قربانی کردن در حق او واجب است. توصیه میکنم حتی الامکان قربانی کنید، اما شرایط آن که کسی که بخواهد قربانی کند از پس فردا که اول ذیحجه هست یا روز دوشنبه، بهتر است کسی که نیت قربانی کردن داشته ناخن و موی خود را کوتاه نکند. یعنی بزرگ خانواده، مرد خانواده که تصمیم گرفته قربانی کند، بهتر است که ناخن خود را کوتاه نکند و موی سر یا بدن خود را نتراشد. ضمن خلافی که در این مسئله هست، جمهور اهل علم می‌فرمایند که مکروه است و سادات حنابله می‌فرمایند حرام است که ناخن و موی خود را کوتاه یا بتراشد. سادات احناف می‌فرمایند اشکالی ندارد، ولی روی هم رفته بهتر است که ناخن و موی سر خود را کوتاه نکند کسی که نیت قربانی کرده از اول ماه ذیحجه. فضیلت قربانی هم در ویژه برنامه‌ها تقدیم شما خواهد شد. داد فرمان محمود از ایران. آ محمود بفرمایید. آ محمود بفرمایید. آ محمود حسنه واجه آقای خدمتی. ممنون. حقیقت من یه نظر داشتم، میخوام نظر مولا کنم. الو صدا میاد؟ بله، نظر شما چیست؟ من نظر حقیقت ادا کردم، بعدم دومال رو بهم گفت بیا یک سوم پول نظر من میدم که یک سوم دومال من داد. ببینم این نظر ما قبول یا نه. مثلا یک سومش رو برای خودش برداشت و گوشت نظر رو نظر کردید که من نظر خودم رو دادم، گوشت سهم خودم رو دادم. نظر کردید حیوان ایران ذبح کنید برای خدا و گوشت آن تقسیم کنید بین فقرا. نظر کردم در راه الله. نظر کردم در راه الله. برای دومال من گفت بیاد یه سوم من میدم برای خودم، میخوام گوشت بردارم. از میبینم قبول میشه نظر من یا نه. توضیح میدم خدمتتون. آقا حسین از ایران. ممنون. خواستم پرده وصیت نامه کاغذی هست هر از سمگاه میاد به ایران پخش میشین وصیت نامه پیامبران چه وقتی به دست ما رسیده این نوشته ضروری است با خدای برم بخوانی تا مردم بشنم از شهر مدینه حاج شیخ احمد مثلا وصیت نامه را فرستاده. نمیدونم شب جمعه در مدینه قرآن شریف مطالبه کردم، خواب رفتم پیامبر رو خواب دیدم اینطوری چیزایی اصلا صحب داره یا نمیسه چاپ کنید بخش کنید نمیدونم چیه کنانید. هر که چاپ نکنید ضرر میدینید، هر که چاپ بکنید تحت مثلا تقدیم مردم بکنید. توضیح میدم خدمت تو. چشم. آقای روشن از اصفهان بفرمایید. آقای روشن. الو سلام علیکم. سلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم عجل ولیک الفرج. جناب آقای خدمتی، شما همیشه تاکید میکنید خلفای سگان صقیفه از جنس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بودند.
اما بنده دو تا روایت از جناب ابن تیمیه و ابن ابی شیبه براتون میخونم که برخلاف اعتقاد شما حرف زدند. خب ما اعتقاد داریم که چی؟ ما اعتقاد داریم که خلفای ثلاثه چی هستن؟ از جنس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هستن. از جنس رسول الله هستن؟ بله درسته. یعنی چی؟ خود شما بارها تو برنامه‌هاتون میگی. از جنس رسول الله هستن یعنی چی؟ یعنی اینکه لیاقت رهبری رو داشتن. خب از جنس رسول الله شدن وقتی لیاقت رهبری داشتن؟ شما دارین میگین. اجازه میدین من روایت رو بخونم؟ نه اجازه نمیدم، برای اینکه شما نقل قول را اشتباه میفرمایید. هرگز نه من و نه بقیه کارشناسان محترم کلمه، کارشناسان شبکه کلمه و بقیه شبکه‌های توحیدی و کلن اهل سنت هرگز نگفتند که خلفای ثلاثه از جنس رسول الله صلی الله علیه و سلم هستن. ولی این ادعای پوچی است که حضرت عالی میفرمایید. چه اساسی خلیفه شدن؟ برای اینکه بهتر بودن. اگه خودشون خلیفه رسول الله نمیدونستن، نه خودشون علی ایشون را بهتر از خود میدانست و با ایشون بیعت کرد و بهترین افراد را معرفی کرد به جامعه. حضرت علی بچه را وقت ولیت علینا فضلن غلیظا، حضرت علی در همین جا میره خودش مخالفت میکنه. مخالفت نکردن، شما این را به این مردم گفتید. نه این روایت ها به درد خود شما میخوره. آقای حسین، این آقای روشن، این روایت ها به درد شما میخوره. عمل و واقعیت حضرت علی چنین نبوده است. زمان حضرت علی، حضرت علی خود را مخلص خلفای ثلاثه دانست. دختر خود را دو دستی تقدیم حضرت عمر کرد و به ازدواج او درآورد. آیا دال بر این نیست که علی معتقد بود عمر از او بهتر است؟ رفتن؟ فرشته از آلمان بفرمایید. خواهرمون فرشته از آلمان دیگه آخرین بلنده. سلام آقای خد، بفرمایید. ممنون. ببخشید شما یه سوال داشتم، یه خواهشی هم داشتم. اینکه این دهه فجر که گفتید یه مختصر کوچیک اگه بدید دوباره، چون من اول برنامه نتونستم بشنوم. اینکه میخواستم بگم این قضای روزی که داریم میتونیم تو همین دهه فجر بگیریم، یا اینکه نیت قضا رو نیاریم بهتره همون نیت دهه فجر رو بگیم؟ یکی هم خواهشی که داشتم از کلمه اینه که این اوقات شرعی شهرهای ایران که میذاره، فکر کنم ملت ایران ما احتیاج ندارم به این اوقات شهری. منی که تو خارج زندگی کنم، مثلا اوقات شرعی کن زدم به اینترنت، ولی وقتی که از آن میده میبینم هم آفتاب نکرده. اینه که از شما خواهش دارم اگه امکان باشه اوقات شرعی اروپا رو، آمریکا، اینا رو بذاری بهتره، که مردم ایران که احتیاجی ندارن، بیشتر از اونا ما احتیاج داریم. حالا نمیدونم خودتون پیگیری کنید، دستون در نکنه. خداحافظتون. خداحافظ شما. خب نگه داره تاق فرمان که وقت نیست، ظاهرن ما 3-4 دقیقه دیگه مونده جواب بدیم. ما هم محمود از ایران نظر داشته، یک سوم دامادش پول داده گفته به من بدید از این گوشت. ببینید شما که نظر کردید، نظر کردید کل گوسفند را به فقرا بدید. حالا داماد اومده پولش داده خریده برای خودش، جایز نیست این عمل. شما نظر کردید، نه اینکه نظرتون مشترک بوده. شما نظر کردید که کل این گوسفند را بدهید به فقرا در راه الله، همچون که شما فرمودید. کارتون خوب بوده، اما داماد شما اومده اون یک سومی از این شیء منظور رو از شما خریده. این که خرید و فروش نمیشه، ملک کسی نیست. شما اون حیوان که نذر کرده اید حق نداشتید بفروشید. داماد شما حق نداشته از اون گوشت بخره. این گوشت گوشت نذری است، نه گوشت خرید و فروش. برود از قصابی بخرد، از جای دیگر بخرد، نه از این حیوان. پس اینجا این عمل جایز نبوده است و اون گوشت و اون حیوان همه اش باعث نذری باشد و برای خدا باشد، نه برای خرید فروش و برای کسی دیگه. آه حسین از ایران در رابطه با اینکه شیخ احمد خواب دیده که پیامبر توصیه کرده فلان و فلان. حالا مدت من به نظرم بیش از 30 ساله که این نامه ها پخش میشه، الان دیگه کمتر شده. این دروغ و تهمتی است. نه شیخ احمدی در مدینه وجود دارد، نه هم این نامه هایی هست و نه هم برای این که ما نماز را یا عبادت را یا خداشناسی را بهش جلوه بدهیم و اهمیت بدهیم، نباید متوسل به دروغ و روایت جعلی شد.
ما اینقدر روایت صحیح و آیات واضحات و محکمات در رابطه با فضیلت نماز و فرضیت نماز و وجوب نماز و روزه و زکات و راستی و انفاق و صدقه و اصلاح ذات بین داریم که ما را بی نیاز می سازد از این روایت جعلی و این دروغهایی که گفته میشه. نه شیخ احمدی هست، نه همچون روایتی هست. زمانی که نامه به دستون رسید یواش پاره کنید، اگر لفظ جلاله در آن هست هم دقت کنید که در یک جای محترمی بگذارید که پایمان نشود. و این که گفته اگر این نامه را پخش نکردید نمیدونم فلان میرسه، گزندی به شما میرسد، اینها دروغ است و تهدیدی است بیجا. این نامه را پاره کنید و توزیع و نشر این همچون نامه‌ای گناه و معصیت است. آروشن از اصفهان در رابطه با خلفای راشدین فرمودند که از جنس رسول الله است. اولا ما همچون چیزی نگفتیم. ما زنده این همه اهل سنت، 1,600,000 اهل سنت، شما بهشون تهمت میزنید. هیچ سنی نگفته خلفا از جنس پیامبران. یعنی چی؟ چه تهمت هایی که مربوط نمیشه به مسئله. بعد موضوع حضرت ابوبکر و حضرت عمر، ما که اونها رو خلیفه نکردیم. ببینید برید از حضرت علی بپرسید چرا 25 سال با اینا بیعت کرد. تنبیهش کنید، محاکمش کنید، جریمش کنید، بپرسید، نهیبش بدهید، ایراد بگیرید. این شما و این حضرت علی. 1400 سال گذشته، حضرت علی با اینا بیعت کرد. حضرت علی اینها را در دارالخلافه اینها شرکت میکرد. حضرت علی از اینها یاد میگرفت. حضرت علی دختر به اینها داد. حضرت علی فرزندان خود را به نام ابوبکر و عمر و عثمان گذاشت. برید حضرت علی را محاکمه کنید و ازشون بپرسید، بعد گله کنید، نامه بنویسید، روز قیامت شکایت حضرت علی کنید که شما چرا فرزندانتان را به نام غاصبین خلافت گذاشتید؟ چرا دختر به عمر دادید؟ چرا با ناموس خود این چنین و این چنان کردید؟ بروید و از حضرت علی بپرسید. این یک واقعیت بوده که انجام گرفته. شما تحمل نمی کنید خلو. بسیار خوب. خواهرمون فرشته از آلمان در رابطه با دهه فجر فرمودن تکرار کنید. عرض کردیم که از روز یک شنبه که اول ذی‌الحجه داخل میشه دهه فجر حقیقی است. که چرا گفتیم حقیقی؟ گفتیم که نام آن در روز 20 یا 12 تا 22 بهمن دزدیدند، گفتند دهه فجر. کسی از دهه فجر حقیقی که همان اول ذی‌الحجه تا آخر ذی‌الحجه باشد در ایران نمیداند. دهه فجر را میدونن 12 بهمن تا 22 بهمن، یک اسمی که با مسما زمین تا آسمان فرق داره. دهه فجر حقیقی همین ایامی است که پس فردا شروع میشه از روز یک شنبه، از اول ذی‌الحجه تا روز عید قربان، به خصوص روز نهم ذی‌الحجه که روز عرفه است. روزه گرفتن در آن گناه دو سال را میامرزد و طاعت و عبادت در این ده روز بهتر است از تمام ایام سال. و چه روزه گرفتن، چه انفاق، چه صدقه، چه ذکر در این، حتی از روزهای آن، از روزهای دهه آخر ماه مبارک رمضان نزد برخی از اهل علم بهتر است، ولی شبهای دهه آخر ماه مبارک رمضان از شبهای دهه فجر بهتر است. فرمودید میشه روزه قضا در این روزها، اشکالی نداره، ولی دقت کنید شما خود را از این برای قضا وقت دیگری هست، چه بعد از دهه، چه در ماه آخر ذی‌الحجه محرم، ولی برای این دیگه تکرار نمیشه. شما دقت کنید از این مناسبت ها و از این فرصت ها استفاده کنید و همون روزه سنت بگیرید برای روزه فرضتون بعد از این ایام مبارک. بله، اعلام کردن از دو فرمان که روزی یک شنبه در نروژ در جلوی سفارت ایران تظاهرات هست به خاطر زندانی های اهل سنت که حکم اعدامشون صادر کردن، این را گفتن اعلام کنید، ما هم اعلام کردیم. اوقات شرعی فرمودند خواهرمون فرشته از آلمان که ما به آن بیشتر احتیاج داریم تا ایران. شما درست میفرمایید، ولی اینترنت در دسترس شما هست، در ایران اینترنت ندارن. اهل سنت در تهران از اوقات شرعی محرومند، در اصفهان از اوقات شرعی محرومند، در تبریز از اوقات شرعی محروم است. پس بنابراین در ایران لازم است که اوقات شرعی طبق ایده و عقیده مسلمانان دنیا به آنها اعلام شود، نه طبق ایده و عقیده صفوی ها که نماز مغرب را پاسی از شب که بگذرد بعد از 20 دقیقه بعد از غروب آفتاب، ستاره که دیده شد دیگه اذان مغرب گفته میشه. اینا نماز عصر که ندارن، اذان عصر بلند نمیشه در مناطق که در اونجا اهل سنت مسجد ندارند. نماز عشا
از آن گفته نمی شود در شهرهایی که اهل سنت هستند ولی بهشون اجازه نمی دهند که مسجد داشته باشند. حتی در جایی که مسجد دارند هم از آن عصر و عشاء از بلندگو اجازه نمی دهند پخش بشه، مثل شیراز. پس بنابراین برای ایران لازم هست. خواهرمون فرشته شما فرمیده لازم نیست، برای شما هم انشالله، ولی شما می توانید بیشتر از اینترنت استفاده کنید. در اروپا دسترسی به اینترنت خیلی ساده است. علی کل حال پیشنهاد شما شنیدند و امیدواریم که مسئولین جواب بدهند به پیشنهاد شما و پیشنهاد بقیه بینندگان محترم. از اینکه بیننده برنامه پرسش و پاسخ بودید در لحظات گذشته کمال تشکر داریم. برنامه های ما می توانید از طریق سایت کلمه دنبال کنید، کلمه .tv، و همچنین از سایت های دیگر که متعاقبا خدمت شما اعلام میشه، مثل سایت یوستریم که در اونجا کلمه هم در ضمن سایت های این شبکه نوشته شده و برنامه ما از اونجا پخش میشه. آدرس ما کلمه .tv است. خدا را میخواهیم که تمام مریض های شما شفای عاجل عطا فرماید، مردگان شما را بیامرزد، برزمندگان شام در سوریه توفیق پیروزی خیلی نزدیک عطا فرماید و اصلاحی در سرزمین کنانه و مصر به وجود بیاورند تا برادران مصری باز به آغوش همدیگر برگردند. و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین و صلی الله و سلم و بارک علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.